بدون این بله. اتفاقا دفعه دوم که شروع کردم فکر کردم که خب اون موقع اصلا من به زود و سیگار نهارم رو میخوردم، فکر کردم بعدش سیگار میکشم حالا میشه. بعد الان هیچ چیزی نداره که منو دلخوش کنم و جالبه که با این برگشتم دوباره به سیگار کشیدم، با اینکه میلم نداشتم ولی فکر کردم هیچ هابی ندارم، هیچ سرگرمی ندارم، بنابراین دوباره شروع کردم بکشم. حسایی اون چهار ماه و شش ماه یادت چه حسایی داشتی؟ خب خیلی سرحالتر بودم، از نظر جسم خیلی بهتر بودم، ولی خب یه چیزی کم داشتم، یه حسی کم داشتم که نمیذاش خوشحال باشم. یعنی یه چیزی بین انگشتاتون یا بین لبتون؟ نه، تو وجودم، تو ذهنم حس میکردم یه چیزی کمه. وقتی میکشیدیم بله، وقتی میکشم این آمد حالا قدری به قدر میکنه با این سیگار به الکترون؟ بله بله. میدونید من انگار آتیش رو دود میخوام، یه چیز مصنوعی نمیخوام، حسم به اینه. چی شده که دست میده به خود برده چه بسیار؟ دیگه پیر شدم، میترسم دیگه از عواقب قلبی روبش میترسم. نه نه مسئله نه، هیچ چیز بخواهی نمیدونم، این گذر سن دیگه آدم رو یه ذره میترسونه. این مدتی که یا من تصمیم گرفتیم ترک کنی چقدر بهش فکر میکنی یا بکنی کرد در آخر؟ نه، هیچ کاری نکردم، فقط به فکرش بود. نه نه نه، چون علاقه درونی من زیاد بود که فکر کردم هر کاری شروع بکنم نمیتونم و تنها امیدم به همین، اصلا علت این که من اومدم کلاس های هیپنوز فقط بخاطر اینکه بتونم سیگار رو ترک کنم، وگرنه من کلینیکی نمیخوام کار کنم، یعنی بر دل خودم اومدم اونجا. مدت به دلایل مدادی پس کار میکنه انگیزه در ترک برخورد نمیترسم هنوز به سیگار مال خیلی بله بله انجام میدم، راستش دو روزه دارم انجام میدم، خیلی هنوز پیشرفت نکردم. میدونید از قبل هم غیر از مواقعی که مثلا 5-6 نخ در روز و شاید حواسم نبود تا خودآگاه روشن میکردم، ولی بقیهش رو خیلی با عشق و علاقه میکشم. نه اینکه کم بکنم، هر شش تا خو حواسم نبود میکشیدم. بله بله. تا اینجا توی این مصاحبه بکنم چیگه چه چیزایی باید پرسیدم؟ من اصلا این سوال رو دارم ازشون، دوست دارید ترک کنی یا دوست ندارید؟ چرا این چیزایی که دارین شما میگین همه اینه که دوست داری سیگار بکشی؟ دوست دارم، من دوست دارم از اون برم سلامتی درصدی مثلا این تو دوست نداری بکشی؟ نه، دوست دارم که میخوام ترک کنم. چرا میخوام اینجا تا اینجا ما فهمیدیم که چرا میخوامش؟ یه دلیل یه دلیل یه سب تو باید یه سنم بکشم بالا نگرانه سلامتی، ولی هنوز علامتی یا دقیقه جدی نیست، چون خوشبختانم هنوز هیچ مسئله یه پیدا نکردم توشه، مثلا بگر رفت وقتی که یه رگای قرد بودم این بودم سرطنی نیست خودتم، خوشبختانه هنوز علامت پیدا نکردم، ولی موتیویشن پایینه، یعنی یه دلیل داره که من دقیقه دارم، ولی در اون حد پایین نیست که اوورد اسمش گفتم برم که این چون به فکرت هم بیاد نمیدونم سامن به چبار نمام بود.
شده من مثلا جایگاهی نداره. ببینید یه چیزهای دردنگ بیزه اضافه میشه، ولی این طرفش وزن خوب سنگ حال میکنن. یعنی آدم نیست که مثلا سیگار رو فقط عادت بکشه یا برای استراحت فقط بکشه، حالا میکنن به فرد و فضا. دو تا جایی داریم که میتونیم بعد تو ایج رگرشن بهش برگرد. کجا بود؟ چهار ماه یه شش ماهه که شخص تونسته تجربه رو داشته باشه و یه حس خوبی داشته. درسته میگه یه جایی خالی بود، یه حس خوبی میگه سیگار برات مثل چیه؟ بگه سیگار مثل دما بازدن به نظر من حرسشون از سیگار بریزیم بهتر بکشیم راحت باشن. باید یه ترس کوچولو مبادا داره. آره داشتم میگفتم که بعد کلاسی سیگار رو از میشه که اینقدر علاقه دارن اصلا ما هم دارم اون لذتی که تا شروع میکنم بخورم اونگاه که هرچی دوپامینه ترشح شد، اما از اون طرف خیلی بعد هم میاد که چرا وزن سنگین تره مشکلات کمره اینا پیدا کرد. اما کام فیلیتو توش هستم. ببینید اینجا میگه سیگار برات مثل چیه؟ مثل نفس که استعاره شخص رو داریم نگه اگه خواستی تلقینات رو به تو بریک بدیم از این استفاده کنیم. من یه پسرم داشتم که وقتی سیگار میکشید یعنی اونقدر سیگار داشته بود که وقتی نفسش رو بیرون میداد حس کردم داره دیگه بیرون. یا مثلا ممکنه یه قصه ماشین رو بگیر برای ایشون، چون یه نب دارم بیمازه خیلی عمیقه و از رو بیرون کرد. من میکشم خیلی عمیقه، اما ممکنه خب کسایی که میان به سمت طیف گلو میان و ادنایی تر کار ممکنه قصه یه ماشینی رو بگم که به روغ سوزی افته. هر روز داشتم این طور خوش میمدم یه ماشینی بود، ماشینی که خوبه بود من دیدم به روغ سوزی دوده خیلی کار بود از اگزازش میومد. بعد میشه خودم فکر کردم که کاش صاحبه ماشین قدره این بیشتر بود. حیف نیست ماشین این بشن ماشین خوبی الان باعث میشه موتورش آسیب ببینه. همطور که داشتم میومدم وسط یه قصه هم میگید یه با یه آهنگی تو دفعه داشت پخش میشد، یعنی بستش میگید لازم نیست شرط ببینه و ناخودآگاهش به کسی همیشه خودم فکر کردم که آیا حیف نیست ماشین این خوبی چون رسیدگی نمیکنه، چون یه الان به موتور آسیب میزنه و کم کمده یواش یواش ماشینی که میتونه سالهای دیگه به خوبی کار کنه رو ممکنه یه ماشین اسکاد تبدیلش کنه که نمیتونه سرعت بگیره نمیتونه راه
اشاره نه نمی‌کنم که این توی دارم چیه بگم به سری ماشین هم فکر کنم ژنتیکی بوده. شما تو مثل ما فیلم ها هیچ یادم بود بچه که بودم یادم آلم بله هم سیگار کشنه شده بودیم دست چپ میداد لابلو اینا این برای من یه جذابیت خاصی بود اصلا جالب نبدارم نمونده اصلا خانوادم رو به کل نسل قبلی هیچ کدوم سیگار نمیکشن ما چهار تا بچه ایم فقط خواهرم نمیکشه من به اون دوتا برادرام کاملا سیگاری شدون در حالی که پدرم مادرم اونه چودون نفع سیگار میدونم باید سیگار براتون مسائلی همین جور کرد؟ نه همین که شو بیرتون به اعتباط من ببینید من جایی که
یه محیط درمانیه، در حالی که نه مریضای من میدونن من سیگاری هم، نه خیلی از دوستان میدونن. اون حریم خودم همیشه دارم که محفوظ بمونم. با دوستان که سیگاری هم بگر نه شروسه با دوستان سیگاری، با دوستان غیر سیگاری و تو محیط کار نمیدونش؟ نه دوستان سیگاری و تنها؟ نه تنها هم نه تنهایی نمیدونشی سیگاری؟ چرا میکشم؟ این برای فرق نمی کنم بدون بیشتر برای مسلمه مثل هم دم داشته باشه تو هر کاری بیشتر میچسبه والا دوباره یه نقطه داریم پیدا میکنیم، یعنی اگه من بخوام شد بود بخار کنم دو تا جارو الان سه تا جارو پیدا کنم، اگه بخوام اینجوری بشن بدم حسایی تو ترد کنم، اگه بخوام کشیدن به سیگار برمانه یه هنر رو که ممکنه پنشش نخش بود با حواظ فرد میکشم، ولی ممکنه من الان با این سطح انگیزه و با این سطح علاقه به سیگار بالا انگیزه به سیگار کنم، یکی از نقطه هایی که میتونم بلا با بست کنم سیگار هایی که ما چی میکشم بفتن، یکی دیگه جایی که میتونم بلا با بعد بست کنم کجا سیگار هایی که تو ترمایی میکشم، یعنی بعد ما وقتی میخوایم یه کار لذت بخش رو از شخص کنیم اول من با دیدگاهی که الان میخوام وارد به ماجرا بشم اگه جلسه اول بخوام پیشنهاد به مینا داشته باشم پیشنهادم برای این جلسه چه مینا شروع کن سیگاره که با قدمت میشی و نکشی فقط و فقط وقت اجازه با این سیگار باشم واقعا قدرش سیگار اون چی میشه؟ بیشتر میشه، یعنی واقعا بزن اون میل فعال بشه و میتونی اون میل که فشار خیلی زیاد نگهش دار که اون میل از 5 به 3 و 7 و 8 یعنی با میل 3 و 2 سیگار روشن با حواس پردی هم سیگار باشن هدف هم سیگار باشن از خودت بپرسی که الان میخوام و چقدر چون ببینید اینجا میگید روی که دستی که مراجعه داره مراجعه شما که دیگه بیا من کاری کنم من میخوام خیلی رو این مسئله رو کار بشه من از این در این چه وارد میشه پس چی کار میکنم بیشتر از اکت و مایندفولنس دارم من استفاده میکنم که شما سیگار رو تا جلسه آینده این کار بکنم هر وقت به سیگار باز خودت چک کنید به میل چند از تا میل چند رو اگه بخوام از ده رو ببینید تو چند رو میتونی خودتا نگه داره بشن وقتی از 8 رفت به اون درجه اجازه میدونی به سیگار برداری خب بعد وقتی سیگار رو گذاشته کنی نه به طوری روشن طوری روشن نکنم تا یکم با دستت حسش کنی اون لبت نگرش دار همینطور بذار یه مقدار با اون گوش با اون سیگار کامل حست رو از دیدنش بزرد بکنم آیا برای منیر توی این سطح مثلا تکنیک های ایجاد میزاری فرده داریم؟ اینجا جاش نیست اینجا الان مثلا جاش نیست من سطح هم میزنم پس این سازی من این تسایی این کنیز پس این رو بر مثلا دارم این رو داریم پس من هر حال مینا کاری بکنه که وقتی سیگار رو گذاشت رو لبش با سیگارش بکنه یعنی حسش کنه حسش گوش رو حس کنه بعد بذاری رو لبه و هم تو میگرد و بذاری که اگر هشت بوده میگه تو برای روشن کردن بره اون رو بعد
سریتون ممکنه دو چهار است رابش که اینجوری که بدونیم هر با کیفش بکنیم که سیگارش بکنیم نه مطمئن باشید اگر دور سیگار رو بشه با فهم کسی که بیست نفت کشه با فهم نفوشه به واقع ها دارو میشه دارو دست دارو میشه بعد که روشن کردی سعی کن دوباره حین سیگار نه اخبار گوش بدی و اما بایدش کنی یعنی اگر یکی به تو گفت که تو موقعی کی هستی بکن از سیگار کشیدن هست از سیگار رو تجربه همیشه تو آخره سیگار میگی یا نه میتونی زود در بروشش ممکن از وقتی که اسم اون اومدم یه میگم حیف است تنهاش از سیگارا مجموع نیمه تموم شد خاموش شد و این ذهنت به تو منفی خوبه این تغییراتیه که من الان دارم آرما رو میکارم و بعد به هیپنوز همین رو به کار میکنم یعنی که لازم نیست همیشه مورد چشمش بسته باشه وقتی تو تعامل این تو ارتباط میکنم خیلی بهتر میتونه من ببینه که داری سیگار رو حسش کن بعد گوش کن بعد هر جا که حس تموم شد و اقناع شد میگی که حیفه این آنه و میگی که حتی با همین لحنه میگینا حیفست من میتونم همین رو کلید چیز کنم انتشار کنم اینا حیفست کم تنزه و تنز احتمال فرو داری بیشتر زهر بیشتر اینا حیف است مثل اون مراجعه که زهر بهش دادم مختلف تر کرده آقای بود اینا من چه میگرم که تجربه کنیه اومد خب که آقای دوست من هیچ مصرف کن من هم خواستی داری و من دوچاره حملات همین که میشه من با یه دختره شیرازیه دوست سالی دوستی نوادش که این چیزا متاسفم خودش هم بود مدام مداری میکرد نکنی بگیره همین نزد داشت میرم تو بهشون صدای که بکنی داره میرفت کاسوهاش رو با مدار بهتره مذهبی و در این حالا با کمی مدرن پیدا کرده بود دوست دختر داشت اونم داشت و حالا پس بره خواستگاری از اون طرف سفر میکنه که بره خواستگاری را دست شکنه هر روز بلد باشی من همینطور یا نمیدونم پسورد اینترنتش رو بدونی این هم میخواست مانه بود کنه که حالا من یکی به معرفی کرده اومدم خواستگاری همین کم داشت و فکر کنید حالا من فکر کنم مثلا دو بار دیگه میخواد بریم گفتم به کی میخوای بریم گفت من هر شهر دارم به چی باز بکنم من بشم برم گفتم من رو خوارم و مثلا من بریمونم هر مثلا من بریم به کجا میتونم در مثلا بول میشه استراب میکنم من رو چی کنم من یه در حالا اگه بگم فایده نداره من گفتم به تو هم گفتم خود این هم در من این رسم در روزی که در بکنم از کنم این ها باید منسیم این ها هم که خوب باشه حالا برای دیگه ناست که بکنم بکنم کرد ولی ذکر و اینا اهل ذکر هستی اگه اعتقادی داری به ذکر بکنه ببینید بالاخره دنیا دست ما نیست و
یه وقت ممکنه هم نشه، من نمیگم ممکنه نه به خاطر همین که اصلا نه دست هم نمیگم چند بار رو میخوایی بریم، ممکنه اصلا بپنسم کنم ولی من کنم این رو مشکل پیدا نکردم تا حالا. اگر زودتر پیدا میکردم شاید سیگاره سبا که نه برزش میکنم. ببینید اینجا اگر خواستی بریم یکی از تکنیکای خوبه به تو ترده درمان اینه که ببینه تو یه نفر دیگه دیدید کسی رو که مثلا به جایی سرطان شده باشه بیمار شده باشه یکم توضیح تخت بیمارستانم تو سیسی رو خوابیده بود دوزده کسی برمشتی یکی از فامیله دور خواهد هم بله بکنم شست و هشت نو سالی بعد از که دیدارم ترسیدیم داشت
که میگم اگر یه چیزی بهم برمیخورد زودتر اقدام میکردم. یه کار دیگه که ممکنه توی یه نزبان ببردشون تو یه بیمارستان ببینید اینجا الان اگه من رفتم تو بقیه قسمت رو من اینجا الان تو موتیویشن باید بایسم خب اینا باید کارش بکنم با این سوخت ما تا در اینجا هم نمیریم نشد کنوش ما را تا اونجا نمیرسیم من باید سود اول زیاد کنم. خب الان اولین کاری که کردم گفتم سیگار رو به صورت مراقبه لذت رو نگرفتم لذت رو افزایدش کنم آقا با گرسنگی سیگار سر چیز باشه الان نمیتونم برای شما تکنیک که تو کتاب نوشته مثل رهایی از زندان حلقی اصلا به درد مینا نمی کنیم حلقی به درد که دارم که نه نه تو خواهم بیش کنم اما اصیل رو کرده نگه می کنیم به درسیل ها از اونجا رو هم اما نمی کشم اصلی می شم برو هم بیش می شم خب اونا یه زندانی با دیوارهای سفید که مثل سیگاره تجسم کنه بعد اون زندان یه سه سالت داره بعد برای اینکه بتونه از این زندان باید سیگار رو بندازه زیر پاش نکنه بعد میاد بیرون بعد حس و بسته شدن برای اون آدم رو تکنیک رو بده اینجا کارا باید بکنیم ولی برای اینکه انگیزه برای اون قسمت انگیزش های پنهان کارش پیدا کنه من نیاز دارم توی جلسات ممکنه مینا رو ببرم توی بیمارستان یه خانم 62 ساله یه خورده مثلا 5-6 سال از سنگ مینا الان ببینم مثلا قلبی رو فرگه دردقش سرد یا فرگه سرد یه خانمی رو میبینه بعد این خانم یا قرد شده نمیتونه بعد براش لگرد میارن انزجار رو ایجاد کنم و دیدم من رو خودشون یکی و بعد تکنیکی که براش به کار برمشنی که چیه اونجا مینا با خودش بگه من نمیدونم جایی رو بکر شب فرمیه شب کشتسی یکی از بکنم بزرگ اسفان بستاد دانش کنم از اینکه نبرد سدشون بکر میزن اومد قصه را هم ممکنه بعد اون بیمارستان مثل واقعی ها ولی واقعی ها من باشه مشکل نداره که من میگم اون بکتر ببخشید اون بکتر تنها دلیلی که برای ترک سیگار به خودشونه این که ممکن من در آینده دچار مشکل باشم میتونیم بگیم که مثلا این تلقین رو براشون داشته باشیم که حق با شما خیلی از اتفاقات در درون ما میفته ببینیم که متوجه بشیم که این عواقبش چیه یعنی ممکنه که مثلا فرض کنیم گرفتگی رو ریوی اینا رو شما مشکل داشته باشید ولی الان در ظاهر نداره ممکنه چند سال دیگه این اتفاق بیفته
این به نظر من میتونه روشون چیز باشه که سیگار کشیدن عوارض رو شما گذاشته در اونید ولی ظاهر همه چیزی مستقیم کلامیه یعنی خواستی به مستقیم تجسس کن تبدیلش کن نه غیر مستقیم تجسس کن مستقیم تجسس کن غیر مستقیم مستقیم تجسمی میتونیم بگیم آقا به ازای مثلا در فیلی دیگه اگر اینا اومد گفتن سیگار رو رسیده به 15 نه ممکنه من تجسمش بدم که یه باشه باشتی رگ بارو ببین این پلاک های به طور اسکلورتیت داره کم میشه یه داره رگ بارو نمیشه یا اگه میخوام از اون بر تجسم بدم که هر بار که سیگار میکشه اما وقتش نیست ولی این پلاک با شیک میگیرن حتی ممکنه یک کلیپ نشونشون بدن که اینطور اینطوری هی شیک میگیره یه باشه هاش بک ها بسته میشه ولی الان من بعد این روی شوق و لذت رو چون با یادم یه لذت محور طرف هم با این کار لذت میبره من جلسات اولا رو چی وقت بذاشتم؟ متوجه افزایش هم و لذت بردن از تعبیق انداختن می یعنی این کتاب اومد حیفه که من بهش جواب بدم مثل غذا که میزدم داشته نمیشه تعبیق میگذم می و لذت بردن از چی؟ از اون آداب و مناسک که من یه آهنگ ایشون بذارم از دارو بینن داشته نمیست کنم با یه لذت یه همینطوری سیگار مطمئن کنم بعد یه جایی یه مداخله هر جایی کیفه تموم شد بدون مینا حریفز مینا حریفز همه این ها رو حالا میتونم بودی بروز ازش استفاده کنم مینا حریفز و یالا را بلاشم تم کن مثل گفتم یه کار دیگه ای هم ببرمش توی این روز توی یه بخشی که چی؟ این چیزهایی که حالا شما توی این دوره بیشتر یاد گرفتید چیز دیگه یه هستی فکر مثلا تو چه زمینه؟ زمینه یه تر ترک میکنم اینجا اگه برسیم به مثلا پنج نفرم خوب قطعا که یه با حد نمیتونم بکنم کم میتونم چقدر بکنم یه هم قطع کنم بهونه گیری ها شروع میشه بیشتر از این کاری که صبح صبح یک کاری از این بارو باز کنم اگه تعداد نخصی بارو بذاریم کنم نه چطور میتونم اینجوری جواب نمیگیرم که بر خودم دلم میخواد که خودم نخوام بکشم اگر نه این کارم کردم به ده تام رسوندم ولی بعد خب چون برگشته نه خودت رو تو این مسئله رو بگیم آه بگیم اگه برای تو مراقبه قرار بگیم مراقبه قرار بگیم
خب بلنگو بگی. اشکالی هم نداره مثل پارکن ها مثل اسلام ها بکنه تو فضل باشه هم بیارینش دلوتر هم جایی که میشه دلوتر و بزرگتر ممکنه دو برابر سه برابر یا ده برابر سه برابر همونطور که به این سیگار نگاه میکنیم یه با اون قدرت ذهن خلاق یه بوی خیلی خوشایند به این سیگار بده بوی خیلی خوشایند و حتی اگه میخواییم رنگش رو تغییر بدیم و براتون دلپذیر تر بشیم خوشبو تر بشیم و هر وقت یه اتفاق افتاد انگشت اشاره این سیگاریه که شما 10 سالگی تجربه کردید یه چیزی که شما رو به دنیای بزرگ ها به دنیای هالیووده به فیلم ها به هنرپیشه ها به بزرگ شدن به آزادی به قدرت اعتراض وصل می‌کنه این سیگار ذهن شما خیلی خیلی خوش رنگ هرو خوشبو هرو خوشتراشتر از سیگار باقیه اون سیگار برای دختری که مسلم فقط یه سیگار نیست یه پیغامی که من بزرگ شدم من میتونم اعتراض کنم من میتونم مستقل باشم من میتونم مثل هنرپیشه های من سیگار
اما همینطور که میان انگیزه ها کم کم پایین میاد، انگیزه های دیگه ای تو آدم روشت میاد. یادم همینطور که گفتی پر میشه میل ها توش کالش پیدا میاد، دیگه اون چیزها به نظرش غیر واقعی میاد و مخصوص اون سن. یه براش حالا سلامتی یه ارزش میشه، این که بتونه میان سالی سالمتری رو داشته باشه، دیدی سالمتری رو تجربه کنه، این که وقتی نفس میکشه حس کنه که هوا میاد تا اعماق وجودش، این که قلب سالم تر داشته باشه، اون به عمر بهتر و مؤثر تری داشته باشه، بتونه از اون چیزهایی که داره بیشتر لذت ببره. اگر اون به ذهن شما، اون به جان شما با این چیزها موافقه، انگشت بالا میده. پس درمون شما یعنی روی حرص کردن به سلامت بگیم، باعث میشه که سیگار دوباره از چشمتون یکم فاصله بگیم، چیکتر میشه، رنگش تغییر میکنه، این سیگار هایی که پیس میشن و بعد خوش میشن یه آبی که خشک شده روی سفیدی کاغذ میاد و دیگه اون کاغذ سفید نیست، یه احساس ناخوشایندی دارد. این سیگار نگاه کنید، ببینید رنگش داره توسط ذهن سلامت اندیش شما که تر حاصله اینه که داره به سلامتی شما آسیب میزنه. مهمترین سرمایه انسان تو میان
چند سالی سلامت از یه سنی به بعد مفهوم باعث لذت و شادمانی آدمه، یعنی مهمترین عامل، نه شهرت نه چیز. از یه سنی مهمترین ابزار ما برای شادمانی و لذت سلامت جسم و روح، باعث میشه که